نشان آدمیت، بحث جالب. هر روز یک شنبه ساعت 11 صبح رو همین موج رادیو با ربای بخشی از نیویورک در خدمت شما با هم باشیم. با آرزوی بهترین ها. شالوم. روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم و طبق معمول هر یک شنبه در این ساعت جناب ربای بخشی از نیویورک برنامه نشان آدمیت رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. کلاس های ربای بخشی همچنین روی زوم هستن و میتونید مستقیما با ایشون تماس بگیرید با شماره 516-777-0452. سری برنامه های تلویزیونی دارن در تلویزیون تصویر ایران به نام شبات شالوم که روزهای جمعه ساعت 12 ظهر تقدیم حضور شما عزیزان میشه و در ضمن اگر که برنامه های رادیویی ایشون رو دوباره دوست دارید که گوش بکنید میتونید تماس بگیرید به ریاکود 718 شماره 906 6400 و کد 6241 رو بزنید تا دسترسی پیدا بکنید به آرشیو برنامه ها و برای پشتیبانی از این برنامه به toraheb.com مراجعه بکنید. خب ما در آستانه روش هاشانه سال نو عبری هستیم. سال 5784 رو پیشا پیش به شما شنوندگان عزیز تبریک میگم. شنت و خکتما و روز بخیر میگم خدمت شما جناب ربای. پیشا پیش سال نو بر شما مبارک. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر. شنت و کتیبا و حتیمات و ما تنها جشن و حالیده و موعدی که با دفتر و کتاب با حساب و کتاب سر کار داریم این روش هاشاناست. به همین دلیل آرزو میکنیم که همه نوشته ها به خوبی ثبت بشه، کتیبا تووا، که همه به حکم خوب، سال خوب و به سرنوشت خوب نوشته بشیم و حتیما تووا و همچنین مهر بشیم. بالاخره هر سندی هر جوری هم نوشته بشه باید پاش امضا بشه. همینطور هم حکم خداوند، خود خداوند قاضی مطلق می نویسه و خودش هم به خوبی در پایان کیپور در هنگام نیلا مهر می کنه و این آرزو و دعایی که ما برای همدیگه می کنیم، کتیبا و حتیما تووا، نوشته و مهر خوب برای همه داشته باشیم. بله. و اما امسال سال نوی عبری هم بعد گفت شبات شرم هم خکتمه هست، چرا که در شب شبات این اتفاق داره میفته و سال نو میشه. شما که بهتر از ما بلدید. بله، هم شبات داره و هم موعد خوششانا سال نو داره، یعنی دو تا این ایام مقدس با هم دیگه همراه شده و اولین شبات سال رو ما در اولین روز سال شروع میکنیم و این خودش یک جای خوشبختیه که شبات هم همراهمونه، ملاخیم و فرشتگان شبات هم در اتاق دادگاه همراه ما هستن و به زخوت شبات همگی به خوبی در سفر خیمتورین ثبت میشیم. و اما جناب ربا یک تفاوت های وجود داره در ارتباط با آمدن سال نو در روزهای دیگر هفته و شبات که ممنون میشم در اون زمینه هم توضیح بدید برای ما. انگار شما درستون رو خوب خوندین. سوال برنامه امتحانیه. بله، در شبات مانند امسال که روش هاشانا واقع بشه ما شفار نمیزنیم، با اینکه شفار یک سال در انتظارش بودیم ولی زخوت شبات تا این حد بالاست که حتی شفار در روز شبات نواخته نمیشه و در روز یک شنبه روز دوم روش هاشانا نواخته میشه و خدا رو شکر در آمریکا هم شبات روز تعطیلیه و هم یک شنبه و جایی داره که همه کمال استفاده رو از این موعد واقعا حیاتی و سرنوشت ساز بکنن که حتما در کلیساها باشن که هم شبات رو به خوبی نگه دارن و هم روش هاشانا روز یک شنبه رو میسای شفار رو انجام بدن. خب بفهمید که برای ما امروز در آستانه سال نو عبری برای آمادگی هرچه بیشتر برای پذیرایی سال نو چه سوژه و موضوعی رو در نظر گرفتید؟ بله، فقط قبل یادم بره، شما خودتونم بهتر میدونید چون روش هاشانا شبات و یک شنبه افتاده، ما هفته دیگه یک شنبه
در روز جمعه دو روز زودتر برنامه داریم. بچه نمازگان هفته آینده آدینه ماهد ارب روششنا روز جمعه ساعت 1:30 ظهر به وقت کالیفرنیا و 4:30 به وقت نیویورک برنامه نشان آدمیت را و یه برنامه به عزت هشم ویژه خواهیم داشت در وسط روششنا و شب ماهد و سیب و عسل و براخایی که خواهیم گفت که خواهیم داشت. پس بعد از امروز وقت ملاقات بعدی ما بزرچم در روز جمعه که میاد 15 سپتامبر در ساعت 1:30 ظهر به وقت کالیفرنیا و 4:30 به وقت نیویورک. اما نشان آدمیت امروز که دقیقا همون پیام روشاشاناست، نشان آدمیت تازگی و تراوت کسی که بخواد یک نواختی و در واقع نشست و حالت گوشگیری و حالت کهنگی رو به خودش بده، نه حالت تمیزی و تازگی و تراوت و نوینی رو، این داره از نشان آدمیت دور میشه. حتی ظاهر تازه انسان نداشته باشه، با موها و صورت درهم برهم جولیده پولیده بدون هیچ اصلاحی، بدون این حتی یک بروس شونهی، حتی لباس کهنه و یا چرک و یا چروک بخواد برتن بکنه، از نشان آدمیتش کم میکنه. پس اگر ظاهر چرکین کهنه روی شخصیت ما تأثیر میگذاره، دیگه چه برسه باطن کهنه. و یکی از طریقهایی که تورا داره به ما نوید میده، بشارت میده و امید میده، میگه در گذشته زندگی نکن، سال نو در پیشه، روز نو در پیشه، آینده نو در پیشه، دست بکش از گذشتت، گذشته تو همراه خودت نیاد. در یک کتابی آقای دکتر آرام چاپ کردن، یک جمع‌آوری از ضرب المثل های فارسی و به انگلیسی هم حتی ترجمه کردن و نوشته هرچه در هرچه در بند آنی، بنده آنی. انسان موقعی که در بند و اسیر هر چیزی باشه، بنده اون میشه. اگر هنوز خاطرات گذشته من، اشتباهات گذشته من، عادات گذشته من همراه منه، حاضر نیستم از اونها دست بکشم، در واقع من هنوز اسیر اونها هستم، من بنده اونها هستم، اونها سرور من هستم. به همدلیل روش هاشانا دقیقا 1 سال نشده از ماه الول میاد خداوند ما یاد میده انیل دودی و دودیلی، بیا از روی عشق و محبت ارتباطمون رو شروع کنیم، نه پای قضاوت در روز دادگاهی. بیا تا هنوز وقت هست ارتباطمون رو با همدیگه تازه و نوین بکنیم، روز از نو، روزی از نو، از حالت کینه ها و دشمنی ها و دوری ها و مخالفت ها و سرپیچی ها و فاصله ها دست بکشیم. درسته من تا دیروز، تا پریروز، تا هفته پیش، تا ماه پیش با اون صورت با خداوند آشنایی نداشتم، ولی الان فرصت پیش اومده، حداقل از 613 فرمان میتونم 1 فرمان دیگه به کلکسیون و جدول زندگیم اضافه بکنم. آیا میتونم یک تازگی، یک رویه جدیدی، نوینی در زندگیم پدید بیارم؟ کسی که همیشه تابع تغییره، در واقع یک از تعریفاتی که انسان میتونه تو زندگی از درس‌های زندگی داشته باشه، یک کلمه بیشتر نیست، تغییر زندگی. کسی که تابع تغییر زندگیه، تابع درس زندگیه و هر روز داره یک درس جدیدی
تعلیم جدیدی، پیشرفت جدیدی، قدم جدیدی تو زندگی خودش پدید میاره. پس خیلی از ماها فرصت‌های یادگیری، درس‌های جدید تو زندگیمون پیش میاد، اما چون این درس همراه با تغییر، چنج، نه درس رو قبول میکنیم نه تغییر رو، در حالی که میتونست به دانشمون، به تجربهمون، به رشد و نما و پیشرفتمون چقدر اضافه بکنه. پس آیا هیچ بچه تا حالا شده که همون کلاس اول ابتدایی، دوم ابتدایی، سوم ابتدایی دیگه بگه من اینجا خوبم، هم از معلم خوشم اومده، هم از بچه هام، هم از نیمکتم، هم از درس ها برام آسان تره؟ اگه بخواد بمونه بهش میگن رفوزه ای، اما اگه بخواد بره کلاس بالاتر میگن تو قبول شدی. این که انسان هر سال کارنامه رفوزگی خودشو امضا میکنه و میگه من میخوام همون جوری که پارسال زندگی میکردم زندگی بکنم، تو همون درجه میخوام باشم. اما کسی که میاد هر سال تغییر و تازگی رو بر خودش قبول میکنه، درس جدید زندگی رو پذیرا میشه، در واقع این کارنامه قبولیشو داره امضا میکنه، هر روز داره کلاس بالاتر میره. پس تا هنوز روز تمام نشده اصلا کاری به سال و ماه و هفته نداشته باشیم، تا هنوز روز تمام نشده سعی کنیم درس جدید یاد بگیریم، یعنی سعی کنیم یک تغییر جدید تو زندگی پدید بیاریم تا امروز کارنامه قبولی داشته باشیم، همینطور فردا. پس یعنی هر کسی میتونه روزش رو به یک روز قبولی تبدیل بکنه موقعی که یک درس جدید، یعنی یک تغییر جدید تو زندگیش پدید بیاره. پس یکی از نشان آدمیت به داره به ما یاد میده تابع تغییر، پذیرای درس جدید و تازگی باش، نخواد تو همون حالت در جا بزنی. حتی آب که مایه پاکیه، رفع تشنگیه، تا این حد برای شستشو ازش استفاده میکنن، تا اینکه هر نوع آلودگی رو با آب پاک میکنن، تا اینکه به انسان نشاط میده، حتی دیدنش، حتی آب بازیش. همین آب اگر راکت بمونه نه تنها میگنده و بو میگیره و جلبک و گلولای ته جمع میشه، هیچ کسی دیگه تاب تحملش نداره، همه ازش فاصله میگیرن. انسان هم اینچنینه، تا مادامی که در جنبش و تحرک و تغییر و یادگیریه، بله تازگیش و تراوتش و قدرت پاکیش و طهارتش رو حفظ میکنه، اما تا مادامی که میخواد در جا بزنه، از هر نوع تغییر و درسی، از هر نوع تازگی و پیشرفتی فراریه، میخواد با همون نیمکتا، با همون معلم، معلم همونه درست، ولی شاگردان، اطرافیان کلاس، اینا کلاس بالاتر، هر سال میبینه شاگردهای جدیدتری میاد، ولی تو هنوز قدیمی باقی میمونی. پس یکی از موردهایی که روش هاشانه سال جدید دقیقا بعد از پایان تابستان در هنگام شروع پاییز داره به ما یاد میده اینه که حواست به پاییز زندگی باشه. همیشه همیشه بهار و تابستان نیست، یه مقدار تغییر، یه مقدار پیشبینی، یه مقدار آینده نگری برای فردا داشته باش. در همون حالتی که هستی نمون، تغییر کن، بالا برو. بفرمایید. نون متشکر از شما جناب ربایی. و اما یادآوری میکنم شنوندگان عزیز که برنامه آینده جناب ربایی روز یک شنبه نخواهد بود بلکه روز جمعه خواهد بود. یادآوری میکنیم که در نظر داشته باشید جمعه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه جناب ربایی بخش رو گوش بکنید که در آستانه سال نو عبری خواهد بود، روش هاشانه. و اما برای اینکه تماس بگیرید با جناب ربایی با شماره 516-777-0452 تماس بگیرید و برای پشتیبانی از این برنامه torahelp.com
torahelp.com. این جمعه هم نظارگر برنامه جناب ربای باشید در تلویزیون تصویر ایران ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس. خب در خدمتون هستیم جناب ربای. به هم دلیل اگر واقعا میخوایم یه دلقراری دلگرمی داشته باشیم، این روش هاشانه بعد 40 سال 20 سال 50 سال 70 سال میخوایم یه دلگرمی داشته باشیم که این سالی که من در پیش دارم واقعا سال خوبی خواهد بود، با پارسال فرق خواهد کرد، خداوند یک سرنوشت بهتر و خوبتر برای من در نظر داره، به عزت هشم ازدواج فرزندان، سلامتی، پرنسا، رزق و روزی، هر چی اسمشو بگذارید در این سال منتظر منه. خدا رو شکر اگر میخوایم یک دلقراری و امیدواری برای سال جدید داشته باشیم، تنها راه حلش یک قدم بیشتر نیست. اون چیه؟ که ما هم جدید باشیم. به بعد این که ما هم میگیم با پارسال فرق میکنم، امسال دیگه اون آدم پارسال نیستم، به همون صورتم امسال سال پارسال نخواهد بود. ولی اگر هیچ نوع برنامه و اسکیجول پلنی ندارم، میخوام همون آدم قدیمیه باشم، به چه دلیل خداوند بیاد یک سال جدید به ما بده اگر ما جدید نشدیم؟ پس یک اصطلاحی هست به انگلیسی میگن New Year. تو خودتو جدید کن، میبینی سالت هم جدید میشه. و این خودش یک نشان آدمیته که انسان تا اونجایی که میتونه سعی کنه جلوتر از خودش باشه و نه عقبتر از خودش. و همین در بعضی ها فکر میکنن سالمندی، پیری، اینها به سن، به شناسنامه است. برعکس، به طرز فکر و اخلاق. کسی که هنوز 70 سالشه میره تو کلاس های درس نام نویسی میکنه، حالا چه دانشگاه چه اکابر، تو هر موردی سعی میکنه هنوز گهواره زگور دانش به جور رو انجام بده، این هنوز جوونه، چون فکرش، چون طرز فکرش، اخلاقش جوونه، نمیخواد یک بار خودش رو بازنشسته بکنه. البته خانم فتحی میدونی که بازنشستگی دو نوع بازنشستگی هست. بعضیا بازنشسته میشن در پایان، بعضیا بازن نشسته میشن دیگه، میان خونه با خانومشون دیگه. ولی هر نوع بازنشستگی رو هنوز سعی کنه که شخص به پیشواز نره، تا اونجایی که میتونه هنوز با تغییر و با تعلیم خودش سعی کنه درس جدیدی هر روز یاد بگیره. ولی خب چون میدونیم چند لحظات بیشتر به پایان برنامه هم، درسته؟ بله بله، یکی دو دقیقه به پایان برنامه باقی. یک برای به عنوان سلیحوت این هفته که خیلی مهمه، میخواستم با زهره شما اسرائیل رو پخش بکنیم، همگی اونهایی که میتونن بیستن و شما اسرائیل رو به ذرت هشم با همدیگه تکرار کنیم و بخونیم. خیلیش میکنم شما اسرائیل אדוני אלוהינו אדוני امید سالی نو برای همه و تشکر از همگی برای همکاریشون و همیارشون در این سالی که گذشت. بسیار ممنون و سپاسگزار. شنوندگان عزیز پس فراموش نکنید بعد این ما جمعه، همین جمعه ساعت 1:30 بعد از ظهر و پیش از آغاز سال 5784 خواهد بود. با سپاس فراوان از شما جناب ربای. تشکر، خیلی ممنون.